مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح حسین علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق شیرازی دامز الله در شهر مقدس کربلا مطالعات خود در مورد پروژه بزرگ بشر دوستانه و ملی حمایت از ایتام عراق که تهیه آن نزدیک به دو سال و نیم طول کشید را تکمیل کرد این مطالعات شامل داده ها آمار و جدول از هفت استان عراق به عنوان نمونه درصدی بود و بر اساس نتایج آن درصدهای تعیین شده مشخص شد شاین ذکر است که پیش از مطالعات نیز مصاحبه ها و جلسات زیادی با حضور اساتید و کارشناسان این مطالعه و هر آنچه که مربوط به ایتام در عراق بود برگزار شد این مطالعات همچنین شامل دو پیش اصلاح قانون حمایت اجتماعی و پیشنویس وضع و تصویب قانون تشکیل یک نهاد ملی مشابه زندانیان سیاسی و مؤسسه شهدا بود پروژه حمایت از ایتام عراق اولین پروژه از نوع خود است که توسط یک سازمان جامعه مدنی در عراق ارائه می شود که شامل جزئیات دقیقی از زندگی کودکان بی‌سرپرست با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی است. قابل ذکر است که مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصر حسین علیه السلام تلاش و احتمام داشت که نمونه های خود را از شهرهای مختلف عراق به گونه ای انتخاب کند که هویت ملی پروژه را منعکس نماید این مطالعات و بررسی شامل هفت استان کربلای معلا، بغداد، موسل، میسان، الانبار، دیوانی و صلاح دین می شود که با همکاری سازمان های جامعه مدنی که با این مؤسسه در ارتباط هستند انجام شد نتایج توسط متخصصان در یک پایگاه داده مهم از واقعیت ایتام در عراق جدول بندی شده است این تلاش بزرگ انسانی و ملی بر اساس فرمایشات و رهنمودهای آیت الله العظما شیرازی دامزلو و حمایت مستمر ایشان از این گونه پروژه های راهبردی هدفمند صورت گرفت